اینجا یکی از مراکز حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و این تحرک یعنی پدافند هسته‌ای تعلیق ناپذیر است. اینجا مرکز پدافند هسته‌ای فردو و نیروهای پدافند دائم در حال جابجایی و آرایش نظامی برای مقابله با هر تجاوزی. پدافند هوایی ملزم هست به ایجاد سیستم‌های نوین، سیستم‌های بومی، آموزش جدید و آمایش‌های روز به روز. بنابراین به هیچ عنوان با تغییر رویکردهای سیاسی که مذاکرات باشه، قبل از مذاکرات، بعد از مذاکرات، شما می‌بینید در وضعیت دفاعی مراکز هسته‌ای به هیچ عنوان هیچ تغییری رخ نداده، به خاطر اینکه اینا دستاوردهای ملی جمهوری اسلامی ایران هست و بایستی به شدت ازشون محافظت بشه. ما اگر در مناطقی که مراکز هسته‌ای ندارند تمریناتی رو در ماه یک نوبت انجام بدیم، در مراکز هسته‌ای چندین نوبت انجام میدیم. مهندس اون لاشه رو حتما بیار که اندازه لاشه رو ببینن دوستان. بله. که اندازه لاشه بدون رفلکتور چطوری توپای بدون رادار به قول فرمایش معاون عملیات درگیر شدن و زدن. بله. که اگر جثه از این بزرگتر باشه چه به سر روزشون میاد انشاءالله در مرکز هسته‌ای. با ورود S-300 به ایران اسلامی جهان فهمید اگر تهدید کند، تحریم کند، تطمیع کند، ایران حق خود را خواهد گرفت و S-300 طبق قوانین بین المللی حق ایران بوده و هست، چرا که ابزاری دفاعی است نه تهاجمی. هرچند فرزندان این مرز و بوم از فناوری S-300 هم یک پله بالاتر رفتند و بدون این سامانه ایران حالا امن‌ترین فضا در خاورمیانه شده است، اما حق را باید گرفت. میبینید که هنوز این سیستم مستقر نشده، اما آسمان جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین آسمان شده. میبینید که هنوز این سیستم مستقر نشده در بحث تفنگداران دریایی هواپیمای F-18 که قصد تجاوز داشتن به جمهوری اسلامی ایران، با قاطعیت کارکنان پدافند هوایی روبرو میشن و با عذرخواهی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دور میشن. میبینید که هواپیمای ایساف با 108 نظامی ناتو در فرودگاه بندرعباس فرود اجباری میکنه و خلبانش عذرخواهی میکنه از جمهوری اسلامی ایران و این در کمتر کشوری اتفاق میفته. بنابراین ما رو پای خودمون وایسادیم. بینندگان عزیز، از میان همه رسانه ها فقط خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه یافت سامانه پدافندی S-300 را به تصویر بکشد، سامانه ای که همه دشمنان ایران اسلامی دست به دست هم دادند تا وارد کشور نشود، اما شکست خوردند و S-300 وارد ایران شد. شاید خبر ورود S-300 بسیار مهمتر از خبر خود S-300 در جهان است. ایمان مراتی، خبرگزاری صدا و سیما، کنار سامانه پدافندی S-300.